سه الماس مخفی بازار رمزارزها که میتواند هزار دلار رو به یک میلیون دلار تبدیل بکنه این مطلبی بود که آلت کوین دیلی در موردش صحبت کرد میریم این سه تا رمز ارز رو میبینیم و با کریپتوپکتیو تحلیل میکنیم و ببینیم که آیا چنین ادعایی واقعیت داره یا نه توی قسمت دوم نگاه میکنیم به دلایل پامپ یونی سواپ و اینکه چه اتفاقی برای رمزارزهای حوزه دیفای قرار بیفته در قسمت سوم نگاه میکنیم به تحلیل بیت کوین از زبان دن داده های آنچین و شاخص ترس و طمع اگر این محتوا رو میپسندید با من همراه باشید درود بر شما وقتتون بخیر خیلی خوش برگشتید با یک خلاصه اخبار روزانه بازار رمزارزهای دیگه در خدمت شما عزیزان هستم آل کوین دیلی در مورد سه تا رمز صحبت کرد مارکت کپ های کوچیکی دارن اما شرایط میلیونر شدن ما رو با هزار دلار دارن بریم ببینیم که این رمز چیان چی و چه شرایطی رو دارن پروژه اولی که بهش اشاره میکنه پروژه کتی هست و میگه این پروژه توی اکوسیستم کاردانو بوده و الان داره توسعه میده که بیاد روی اکوسیستم اتریوم و به عنوان یک راه حل لایه دویی روی اتریوم داره مطرح میشه داره به کتی ورژن دو در واقع بچه ها اشاره میکنه که قرار هست در سال 2024 تا 2025 ما کتی ورژن دو رو ببینیم کتی ورژن دو چی هست؟ میگه کتی ورژن یک علاوه بر اون پرایوسی رو برامون میاره بحث لیر تو اسکیل بلیتی رو میاره که خیلی داغ شده زیاد در موردش صحبت میکنن و اتریوم سیکیوریتی رو هم برای این پروژه به ارمغان میاره عامل اه... کوتی رو داریم میبینیم که داره به کوتی صحبت میکنه و توسعه ای که داره روی کتی ورژن دو انجام میشه بحث اسکیلبلیتی رو داره میگه که خب توی کتی ورژن یک داشتیم اینجا هم همونو میبینیم سکیوریتی رو داشتیم اینجا میبینیم اما پرایوسی رو اینجا نداشتیم که اینجا داره اضافه میشه سمارت کانترکت رو نداشتیم داره اضافه میشه ای وی رو نداشتیم که اینجا داریم و سالیدیتی پروگرامینگ رو نداشتیم که اینجا داریم میبینیم یکی از دلایلی که میگم پروژه‌ای که ای وی کامپتیبل نباشه مثل مثلا استارت نت که از ای وی ام حمایت نمیکنه اینه که پروژه‌ای که ای وی نیستن متوجه شدند که چقدر این بحث چین های ای وی مهم هست و دارن به اون سمت حرکت میکنن حالا پروژه‌ای که داره الان به یک مسیر دیگه میره ببینید دوچاره چه بحرانی ممکنه بشه اما میاد اینجا میگه که توی کوتی ورژن یک کیوایسی اجباری بوده اما توی ورژن دو ما کیوایسی رو نداریم و این نکته خوبی هست که داریم میبینیم پروژه بعدی که بهش اشاره میکنه AI پروتکل هست که روی بحث AI و دیتا دارن کار میکنن و میتونیم با حالا سرمایه گذاری روی این پروژه ارنینگ داشته باشیم یعنی درآمد داشته باشیم که بتونیم سبد خودمون رو بیشتر رشد بدیم و در آخر هم پروژه پریزما هست که یک ری استیکینگ توکن هستش نکته خوبی اینه که خب میتونیم ما با استفاده از این مدل پروژه ها بیایم توکنی رو که مثلا توکن اتریوم رو بردیم استیک کردیم بعد این رو بیاریم اینجا روی این پروژه ری استیکش کنیم اون رسید استیکی که گرفتیم رو بیاریم اینجا و دوباره از اون یه درآمدی داشته باشیم این خوب به نظر میرسه اما در بلند مدت اقتصاد رمز ارزها نشانه های حباب بچا توش داره معلوم میشه و این مدل پروژه ها در واقع دارن اقتصاد رمزرز ها رو دوچار حباب گل لاله کریپتو می کنن. و اینها یک جایی خطرناک هستند. اما اینکه تو این سیکل اتفاقی براشون بیفته خیلی بعیده ولی در کل در افق خیلی بلند مدت این رو هم در موردش حالا به مرور صحبت کنیم اما حالا این سه تا پروژه کوتی ای آی پروتکل و پریزما گاورننس توکن آیا ما واقعا اگر روی اینها سرمایه گذاری بکنیم این پروژه ها می توانن چنین بازدهی رو داشته باشن یا نه خب کوتی رو ما دیدیم که پروژه خوبیه و توی اکوسیستم کاردانو هم توسعه خیلی خوبی داد برای اونجا الان هم داره میاد روی اکوسیستم اتریوم و از سال 2019 هم بیرون هست این پروژه جدید هستن تقریبا برای همین دو سه ماه اخیر هستن که داریم میبینیم برای دسامبر 2023 و برای نوامبر 2023 پس پروژه جدیدی هستن رنگ های بالایی هم دارن 523 264 رژیم پریزم لارک دیویس هم صحبت کرد و لارک دیویس هم اشاره میکنه که این پروژه خوبه شما میتونید ری استیکینگ بکنید و تو این ایردراپ حالا شرکت بکنید چون توکنش الان اومده بیرون رو و توکن رو هم همینجوری دریافت بکنید اما نکته منفی که حالا شاید بهشون بشه اشاره کرد مخصوصا این دو تا پروژه آخر اینی که ساپلای این کوین خیلی کمه 8 درصد هستش ولی چون مارکت کپ کوچیکی دارن می توانند به شدت رشد بکنن و این نکته شاید خوبی راجع به مارکت کپ این رمزارزها باشه این مارکت کپ پریزم 19 میلیون دلاره و مارکت کپ ای آی پروتکل 71 میلیون دلاره تقریبا پس میتونه اگر ای آی پروتکل رو مقایسه بکنید با پروژه های توی حوزه ای آی که ببینید چقدر قدرت رشد دارن و تا کجا میتونن بیان و رشد بکنن میتونید ببینید که این پتانسیل توش چقدر نهفته هست یا نه اینکه اصلا واقعا پتانسیل رو نداره اما برای اینکه مقایسه بکنید خب شما نیاز به ابزار کریپتوپکتیو دارید اگر توی اینستاگرام دنبالم بکنید دیروز به تمام عزیزانی که توی لایو دیسکورد حضور داشتن اکانت کریپتوپکتیو رو نسخه پروش رو رایگان هدیه دادیم که بتونن همین مقایسه ها رو داشته باشن و اینها رو چک بکنن خیلی از دوستان اقدام کرده بودن اما چون اکانتی نداشتن و اکانت فعال نداشتن متاسفانه این شانس رو از دست دادن ولی اومدیم یه کار دیگه انجام دادیم و نسخه پرو رو از دیشب برای همه عزیزانی که اکانت دارن باز رایگان در اختیارتون قرار دادیم الان نسخه پرو در حال حاضر توی قسمت فری و صرف اینکه اکانت رایگان داشته باشید میتونید از تمام امکانات کریپتوپکتیو به رایگان استفاده بفرمایید اگر محتوا میپسندید و فکر میکنید که این مطالبی که اینجا داریم بحث میکنیم مفید هست ویدیو رو لایک بکنید که من هم این انرژی رو از سمت شما بگیرم بریم به باقی مطالب در مورد یونیسواپ بپردازیم اما میدونیم که این مطالب هیچ کدوم توصیه اقتصادی نیست دوستان خب دیروز بود که یونی سواب پامپ شد دلیلش هم این بود که یک پروپوزالی رو گذاشتن که اونهایی که توکن یونی رو دارن بتوانند مثل سود سهام شرکت ها درآمد یونی سواب به اونها پرداخت بشه و همین امر باعث شد که توکن یونی حرکت بکنه و بیاد رو به بالا در مورد این دارن صحبت میکنن درآمدی که یونی داشته مالی در موردش صحبت میکنه و اینکه این تنها پروژه ای نیستش که حالا ما داریم میبینیم بلکه این یک چراغ سبزیه که باعث شده پروژه های دیگه هم این رو نگاه بکنن و بخوان انجام بدن که داره راجب فرکس فایننس هم صحبت میکنه در مورد سوشی و مقایسه سوشی و یونی یک ویدیو داشتم و گفتم که شرایط سوشی حتی بهتر از یونی هست که اگر این کار رو بخواد بکنه راحت تر به نسبت یونی میتونه این حرکت رو داشته باشه اما حواسمون باشه بحث درآمد هم مهمه یعنی اینکه اون پروتکل چقدر درآمد داره که بخواد تقسیم بکنه با هولدرهای واقعی اون پروژه این یه نکته نکته دوم دو هم اینه که این پروژه های دیگه ای رو که حالا دارن مطرح میکنن توی بازار چقدر تعامل با این پروژه ها می تواند درآمد هم برای اون پروژه ایجاد بکنه این رو هم پس حتما مد نظر داشته باشید که حالا اگر میخواد پنکیک سوپ مثلا این حرکت رو داشته باشید یا روی سوشی سوپ داشته باشید یا هر دیفای دیگه که داریم مثل جی و اینها هم چون دارن بهشون اشاره بکنه. یک نکته جالبی رو هم توی این توییت بهش اشاره میکنه اینه که پولی که روی ای آی رفت و روایت ای آی رو به حرکت در و بازار رو سودی کرد الان داره میاد روی حوزه دیفای و داره حوزه دیفای رو سودی میکنه و مارکت الان توی حوزه دیفای آماده هست که چنین حرکت هایی رو ببینه که اومده این رو مقایسه کرده این یونی اپ این سوشی و بعد به کامپوند و سی آر وی و اسنیکس و آوه و وای اف آی و اینها هم داره اشاره میکنه در مقابل پروژه های ای آی که توی این مدت حرکتشون بیشتر یا درجا یا اصلاحی بوده اما این نگاه بکنیم به کلیت بازار شرایط همچنان سعودیه همه دارن در مورد سعودهای بیشتر دارن صحبت میکنن و انتظارات کلی بازار حرکت بیشتر رو به بالا هست و دارن مارکت رو در کل سعودی میبینن اما بریم در مورد بیت کوین صحبت بکنیم یک حرکت خیلی آرام بیت کوین باعث شد که آلت کوین ها هم به شدت بیشتری رو به بالا حرکت بکنند و همین امر باعث اصلاح روی دامیننس شد و دامیننس رو نزولی کرد اما ببینیم نظر دن در مورد بازار چیه چه انتظاری رو بازار داره و چه الگوهای جدیدی رو پیدا کرده داره در مورد صحبت میکنه یه روز بود با هم که در مورد این صحبت کردیم که اومد اینجا پول بک زد و ادامه مسیر ریزشیش رو داره انجام میده میگه که این ناحیه ناحیه مهمی بود که این رو از دست دادیم و اومدیم زیرش هرچند که الان داریم نگاه میکنیم که بیت کوین مجدد برگشت به همون نواهی که در واقع دیروز اومدیم این زیر این ناحیه مجدد اومد بالا و این رو اگر همینجا تثبیت بده مثل یک فیک بریک اوت میتونیم این ناحیه رو در نظر بگیریم میگه داره یک الگوی جدیدی برای ما تشکیل میده و این الگو هم یک الگوی سعودی هست میگه چنین اتفاقی میتونه روی بازار بیفته اما ممکنه قبل از اینکه بخواد چنین اتفاقی روی بازار بیفته و صعود رو ببینیم مقداری پایین تر بریم دلیلش هم نقدینگی هست که توی این ناحیه قرار گرفته که اگر این رو با هم هم یک نگاهی بندازیم میبینیم که این نقدینگی این پایین قرار گرفته و همین امر میتونه باعث بشه که بیت کوین بیاد به سمت اعداد 50200 50 دلار پس میگه که اگر بخواد این شکل بگیره ما یک حرکت پایین تری میبینیم اما در نهایت مارکت میاد رو به بالا و الگوی سعودی میبینه در مورد این الگوی فلگ صحبت کردیم و بیان کرد که مارکت این الگو تشکیل شده و گفتم که کارل هم همین رو بیان کرده و داره مارکت رو مقداری سعودی میبینه هرچند که بیان میکنه ما یک واگرایی داریم و این واگرایی میتواند یک مقداری خطرناک باشه ولی مطلب دیگه که بیان میکنه این هست که به صرف دیدن اینکه بیت کوین اومده در منطقه اشباه در تایم فریم هفتگی ما نمیتونیم بگیم شرایط مارکت خیلی اوورباد شده و این میگه توی سیکل قبلی اشاره میکنه و میاد توی سیکل قبلی میگه این اتفاق افتاده مارکت میتونه همچنان کل ادامه مارکت رو تو همین ناحیه ادامه بده اما بچه ها، یک صحبتی توی توییتر توی توی زک بی تی سی اکس بی تی در واقع در مورد روور داره و داره محکومش میکنه به اینکه خیلی از پروژه هایی که معرفی میکنه چون بعضا پروژه ها رو هم معرفی میکنه اما بیشتر ما اینجا فقط تحلیلش رو داریم و پروژه هایی که معرفی میکنه رو بیان نمیکنیم دارن بیان میکنن که این پروژه ها اومدن اسکرین ها رو حالا گذاشته که بهش پول دادن و اینها داره مثلا این پروژه ها رو به همین دلیل داره به پامپ میکنه که بتونه این درآمد رو داشته باشه این رو هم فقط گفتم در جریانش باشید که در موردش یک صحبتی کرده باشیم اما بالانس کیف پول های هزار بیت کوینی رو نگاه بکنیم یه دونه از تعدادشون کم شده و کیف پول های 100 بیت کوینی هم مقدار کمی از تعدادشون کم شده ولی در کل خروجی صرافی ها همچنان رو به پایین هستش و این نشون میده که ترجیح میدن که بیت کوین ها رو از صرافی ها خارج بکنن در مورد شاخص ترس و تمه هم در منطقه تمه هستیم و عدد 72 رو به ما نشون میده ممنون از اینکه تو این ویدیو با من همراه بودید سعی بکنید تو این زمانهایی که اکانت کریپتوپکتیو رو رایگان هست نهایت استفاده رو ببرید بتونید سبد هاتون رو چک بکنید رمز ارز هاتون رو چک بکنید من هر آنچه که بتوانم کمک بکنم برای اینکه شما بتونید سرمایه گذاری بهتری رو داشته باشید از دستم بر بیاد انجام میدم و قبلا هم در مورد صحبت کردم علت این که نمیتونیم این رو هزینهش رو ویو بکنیم و در واقع هزینه ای نداشته باشه چون دیتای گرونی هست که داریم از کریپتو می میگیریم اما خب این ماه یه مقدار شرایط کریپتو بهتر بود این چند حالا ساعتی یا 24 ساعتی اکانت رایگانه و سعی کنید ازش استفاده بکنید که سبد هاتون رو بررسی بفرمایید بازم ممنون از اینکه توی این ویدیو با من همراه بودید امیدوارم مطالب براتون مفید بوده باشه تا یک ویدیو دیگه در پناه خداوند مهربان باشید